خانم رضایی سلام بر شما، تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین و دعوت ما را پذیرفتین. در فیلم فستیوالی که در کابل تحت عنوان مهرگان برگزار شده، آیا شما هم فیلمی داشتین و اگر بله در مورد چه موضوعی بود؟ تشکر بسیار زیاد، سلام به شما و شام بخیری به تمام دوستا و عزیزایی که مرا میکنن از طریق تلویزیونشان میبینم. درباره جشنواره فیلم مهرگان باید گفت که جشنواره فیلم مهرگان دور دومش را تکمیل کرد در کابل که یک جشنواره بین المللی بود و ما متاسفانه نتونستم که کدام فیلم را در این جشنواره کاندید بکنم. بله، من حیث یک خانم فیلمساز و یک هنرپیشه، عمدترین دلیل عدم شکوفایی صنعت فیلم در افغانستان در چی میبینید؟ چرا صنعت فیلمسازی در افغانستان تا این حد عقب مانده؟ تشکر بسیار زیاد. من فکر نمی کنم که صنعت فیلمسازی در افغانستان با این وضعیتی که ما داریم و مردم افغانستان داره، یعنی عدم امنیت که در افغانستان وجود داره، عقب نمانده. یا ما فکر می کنم که همیشه امروز سینما یک جا هستیم، کارهایی را که انجام می دیم در راستای ارتقای ظرفیت سینما بر ما معلوم نمی شود، یا اینکه دوستا و هموطنای ما بیننده آثار ما نیستن. ما این را به وضاحت گفتم میتونم که صنعت فیلمسازی در افغانستان عقب مانده نیست و ما دایرکترها و فیلمسازا و هنرپیشه های بسیار خوب و با استعدادی داریم که در این راستا کار میکنن. بله، نکته خوبی را شما روش تذکر دادن اینه که بیننده ها در افغانستان حاضر نیستن یک فیلم ساخت یک کارگردان افغان با هنرپیشگی افغان ها ببینند. دلیل از این چیست؟ آیا فکر میکنید این واکنش منفی که همیشه با خصوص در قبال خانم ها در عرصه فیلمسازی وجود داره مرتبط به سنتی بودن جامعه و یا عقب ماندن جامعه باشه، یا اینکه مردم عادت کردن در طول دوام بالفرض فیلم های ساخت هند و دیگر کشورها را ببینن و اهمیت به نوعیت فیلم افغانستان نمیتن؟ بسیار زیاد تشکر. ما گفته نمیتونم که ما سنت ناپسند داریم و یا گفته نمیتونم که مردم ما شانه خالی میکنن از تماشای فیلم هایی که ما میسازیم، اما در اینجا یکمک ما مقصر میدانم رسانه هایی که داخل افغانستان فعالیت دارن، رسانه های دیداری که ما داریم که امرای فیلم سازا و دایرکتر ها هیچ وقت هم هنگ نبودن و نیستن و مردم ما اگر به جای فیلم های خارجی یا سریال های خارجی فیلم سازای ما را تشویق بکنن یا سینماگرا را تشویق بکنن یا خود دولت کوشش بهی بکنن که کمک بکنن فیلم سازا را که در این راستا داستانای دنباله داره مثل سریال یا فیلم های مستند داستانی کوتاه و بلند بسازن، مردم ما حتما بیننده ای آثار خود هنرمندای داخل افغانستان میشن. اما ایرم به شما میگم که یک تعداد کثیر یا یک تعداد بسیار کمی از مردم ما هست که هنوزم سینما را به او پاکی و مقدس بودنش که اصلا هنوزم نشناختن. بله، اگه برگردیم به سمت یا جهتی که فیلم سازی و صنعت فیلم در افغانستان جریان داره، اکثر متاسفانه فیلم هایی که در افغانستان ساخته میشه یا تقلید است یا کوشش است از رفتن به راهی که بالفرض فیلمسازان هندی در او قدم گذاشتن و یا نوعیت فیلم و ابتکار خاصی در صنعت فیلمسازی افغانستان بسیار کم دیده میشه. اگر شما بخواید به شکل بسیار خلاصه سبک فیلمسازی را در افغانستان تشریح بدین، کارگردان های افغان و فیلمسازان افغان به سمت کدام سبک و مکتب فیلمسازی در افغانستان در حرکت هستند، فکر میکنین تا چه تقلید باعث صدمه به این صنعت شده و تا چه ابتکار صورت میگیره در عرصه فیلمسازی در افغانستان؟ خب من کوچکتر از این هستم که درباره دایرکترها یا فیلمسازا و یا سینمای افغانستان اینجا صحبت بکنم، اما همینقدر بر شما میگم که سبک فیلمسازی تنها در افغانستان نه، در هر جای دیگه تنوع داره و بخش های مختلف داره. در سینمای افغانستان یا در داخل افغانستان ما میتونیم نام ببریم از فیلم های تجارتی یا تقلیدی که از اروپا و امریکا تقلید میکنن و یک کمک داستان واقعی افغانستان ده و خود جامعه افغانستان ده و میگنجانن هم است و بخش دیگه که ما امرای از اونا کار میکنیم فیلم های مستند است یا فیلم های داستانی بلند که از واقعیت های جامعه قصه میگن، ما
داریم. ولی ما متوجه ازی شدیم در چندین سال که سبک فیلمسازی در طرف واقعگرایی یا مستندسازی روان است و کارگردانای ما چی فیلمای بلند داستانی را میسازن، چی مستند را که ما میسازیم مصروف شستیم از واقعیت‌های جامعه بیان میکنن. بله. خب فیلم ساختن و صنعت فیلمسازی به پول زیاده هم نیاز داره، یعنی نوعیت و کیفیت یک فیلم به پول بستگی و بودجه بستگی داره که در اون مصرف میشه. تا چه حد دایرکتران افغان در طول دهه اخیر تانستن به نوعی با همکاری با کشورهای دیگه که بتونن پروژهایشان را تمویل کنن فیلمهایی بسازن که بتونن به سطح جهان و در فستیوالهای مختلف مطرح شوند؟ دوستایی که داریم، فیلمسازایی که داریم، جوانایی که در راستای فیلمسازی قدم گذاشتن همه یا با یک تعداد از فیلمسازای بیرون یا دونرای بیرون کار کردن یا خودشان کوشش به این کردن که از وسایل و تکنیکای بسیار عالی در فیلمشان استفاده بکنن. یعنی اونا کوشش به این کردن که داستان خوبی را که انتخاب میکنن، زحمت میکشن، تحقیقی را که میکنن، سناریویی را که درست میکنن، اونا را امرای وسایل بسیار پیشرفته و خوبه که همکنون در افغانستان هم پیدا میشه فیلم برداری بکنن. من متعجب به این هستم که رسانه ها چرا از ساختن فیلم های خوبه که در جشنواره که در داخل افغانستان برگزار شده، مثل جشنواره مهرگان که دومین بارش است و مثل جشنواره بین المللی حقوق بشر دوبارش و فیلم جشنواره زنان هرات، اینا نمایندگی میکنن از ساختن خانم رضایی. ممنون شما. تشکر از شما. قابل تذکر است که گزارش مفصل را از جشنواره فیلم های مهرگان در بخش پشتوی برنامه این ساعت تقدیم بیننده ها میکنیم. موفق و معید باشین. تشکر از شما.